حضور قطع سازان و ارائه دهندگان خدمات در کنار این صنعت بخشی از توان بومی محسوب می شود که به هیچ عنوان قابل خریداری نبوده و به سادگی در بدنه نیروهای مسلح کشورها شکل نمی گیرد. اما وجود آن قدرتی برای توسعه چابک و کاربردی نیازهای نظامی در کمترین زمان و با مزیت‌های متفاوت خواهد بود. این تانکی که می‌بینیم تانک چیفتن که سالها دلاوران ارتش از مرز و بوم این کشور دفاع کردن با این تانک و حماسه‌های زیادی رو به وجود آوردن. این تانک هنوز یکی از قدرتمندترین تانک‌های دنیا محسوب میشه. اما خیلی از کشورهای دنیا توانایی اوورهال این تانک رو و بهینه سازیش رو ندارن. خوشبختانه ما در این محل که میبینید افتخار داریم که این تانک رو بازسازی کامل اوورهال میکنیم و بهینه سازی میکنیم. اینجا شروع اوورهال تانک چیفتن و ادوات زرهیه. اینجا در این محل از بزرگترین قسمت تانک، برجک تانک تا کوچکترین قطعات چرخ‌ها و بازویای چرخ‌ها همه از تانک جدا میشن و وارد مرحله بعدی که مرحله شستشو و رسوب زدایی میشن. تجهیز ادوات زرهی و تانک‌ها به این سیستم‌ها تا جایی اهمیت دارد که در کنار قدرت آتش و پیشرانه، تجهیزات الکترونیک تعیین کننده نسل و رده جنگ‌افزار و میزان کاربردهای آن در صحنه نبرد است. بعد از دمونتاژ قطعاتی که از بدنه تانک جدا شده، یعنی برجک به سمت برجک، به قسمت برجک، به قسمت تجهیزات جنگیش، قسمت الکترونیک به قسمت الکترونیک منتقل میشه، قسمت مکانیکش، تمام اون قطعاتی که جدا شده برای فرایند بهینه سازی و ارتقا یافته شدن که جدا سازی میشن و قسمت‌های مربوطه انتقال داده میشن. این دستگاه انتقال داده میشه به قسمت شستشو، به کاملا مکانیزه بوده و توسط ریل منتقل میشه قسمت شستشو. بعد از شستشو که رسوب زدایی، چربی زدایی و کلیه اون آلایندگی‌ها که روی قسمت‌های مختلف پس از گذشت زمان‌های طولانی مونده و جرم ایجاد شده روی اون قسمت‌ها جدا شد، از این قسمت توسط ریل و به صورت مکانیزه منتقل میشه به قسمت سنبلاس. سیستم‌های الکترونیک امروزه در تجهیز و ارتقاء جنگ‌افزارها نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکاری دارند. این قسمت یکی از مهمترین بخش‌های تانکه و در این قسمت بعد اینکه قطعات از روی تانک باز میشه، روی دستگاه سیمیناتور نصب و مورد تست و بررسی قرار میگیره. همینطور بعد از تست و بررسی میتونیم عیب‌هایی که در این قسمت به وجود میاد توی کارگاه مورد بررسی قرار بدیم و بعد از اینکه عیب‌ها برطرف شد روی دستگاه نصب میشه و برای بار آخر تست و بررسی میشه که بعد از اینجا منتقل شد روی تانک برای نصب و انجام سرویس‌های نهایی. قطعات در ایستگاه‌های مختلف تخصصی خودشون وارد میشن. بسیاری از قطعات به روز میشن و قطعات جدیدی روی تانک نصب میشن که با تانک‌های روز دنیا آمادگی مقابله داشته باشه. بعد از اینکه رنگ‌آمیزی و اوورهال و بهینه‌سازی انجام شد، مرحله مونتاژ تانک‌ها و ادوات زرهی ما شروع میشه. در این مرحله هستش که تانک آماده برجک گذاری میشه و تمام قطعات روی تانک‌های ما نصب میشن. این بروز آوری باعث افزایش توان نیروهای عملیاتی و تعیین سطح قدرت تانک هاست و اجازه نخواهد داد که یک جنگ‌افزار تنها به دلیل استهلاک و یا آسیب دیدن در صحنه نبرد از چرخه دفاعی حذف شود، بلکه پس از یک دوره بازسازی و تجهیز قدرتمندتر از گذشته و با ارتقاء عملیاتی به صحنه عملیات باز خواهد گشت.